خبرگزاری صدا سیمای کشور ایران اخیراً خبر عجیبی را درباره خوردن حشرات منتشر نمود که البته بعد از انتشار آن را از وبسایت خود حذف کرد. این خبرگزاری حشرات خوراکی را جایگزینی سالم برای منابع پروتئینی اعلام کرده است. گویا بحران اقتصادی در کشور ایران و عدم توانایی مردم در تأمین گوشت قرمز مسئولان را بران داشته که به روش‌های غیر مستقیم مردم را تشویق به خوردن حشرات نمایند. اما باید دید که آیا خوردن حشرات در اسلام جایز است یا نه. در این باره ساعتی قبل گفتگوی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی بهرمند، کارشناس دینی از شهر مقدس کربلا، و از ایشان پرسیدم نظر اسلام درباره خوردن حشرات چیه. پاسخ ایشان را با هم بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اتفاق همه فقها و مراجع تقلید شیعه، خوردن حشرات به طور مطلق جایز نیست، حرامه، مگر ملخ که بر جواز آن دلیل خاصی هست. بنابراین خوردن حشرات صحیح نیست. این از نظر مکتب اهل بیت. دیگران که از مکتب اهل بیت جدا شدند، اینها خوردن حشرات را جایز می‌دونند. حتی انواع سوسها را خوردنش را حرام نمی‌دونند.